آقای مشبیز، در زمینه ادبیات شما فعالیتی که دارین، به نظر شما جوایزی مثل جایزه صلح نوبل یا جایزه ادبیات نوبل یا گرمی یا اسکار وقتی که میاد، ما ایرانی ها در این زمینه فعالیتی نداریم زیاد، یا گاهی به ندرت ممکنه جایزه ادبیات نوبل گرفته بشه. به نظر شما وجود چنین جوایزی به خود شخصی که داره مثلا در مثل شما در حوزه ادبیات فعالیت میکنه، به یک نویسنده چه کمکی میتونه بکنه؟ به عقیده من، همونطور که خودتون بهش اشاره کردید توی بحث همین پرشین آوارز، واقعا یه قدم خیلی بزرگیه. یعنی بدون ابراق بخوام بگم، یعنی تعریف و تمجید الکی نیست، واقعا من این اتفاق خیلی دوست دارم و امیدوارم روز به روز با قدم های خیلی با قدرت تر، با کیفیت و کمیت بیشتر بره جلو و واقعا میتونه قدم خیلی خوبی باشه برای هنرمندهای مختلف، برای نویسنده ها، موسیقیدان ها و نقاش ها، هر فردی که توی زمینه مختلفی کار میکنه. شاید بعضی وقتها افرادی که از کشور دیگه باشن در رابطه با ایرانی ها صحبت کنن و ایرانی ها میبینن، اینو یه گوشه احساس بکنن که ایرانی ها پشت هم نیستن. شاید تو داستان ها و مستندهای تاریخی توی کتیبه ها دیده باشن که ایرانی ها خوب صحبت میکنن، ولی موقع عمل که میشه بعضی وقتا پشت همو خالی میکنن. اتفاقهایی که شاید بین خیانت های دوره های هخامنشی شاید بوده باشه و بگن اینها پیشینه داشتن. نه، بگیم که نه، ما از این قاعده میتونیم مستثنا بشیم توی خیلی از مواقع و پشت هم هستیم. من سرمایه دار، من دارای فلان شرکت فرهنگی یا هنری، پشت فلان فرد میام، من میام با کمک به فلان فرد به اصطلاح میام منعکسش میکنم، به گوش دنیا میرسونمش. چرا فقط به قول خود شما گرمی آواردز، گلوبال آواردز یا کن یا اتفاقهای دیگه باشه که تا هنرمندها یا اسکار یا بیان شکوفا شدن و درخشان شدن و تبلورشون رو نشون بدن. ما خودمون، ما ایرانی ها میایم با مردم، با شرکت های خصوصی، با آکادمی های کوچیک یا بزرگ دست همدیگه رو میگیریم، نشون میدیم که ما نه، پشت هم هستیم، همدیگه رو دوست داریم. هنوز ارزش های واقعی، ارزش های نهان جایگاه خیلی بالایی برای ما داره و من بهش اعتقاد دارم. خیلی امیدوارم که روز به روز پیشرفت بکنه و هممون، فرقی نداره چه سنی داریم، چه اقلیمی هستیم، هممون بیایم پشت هم، چون بالاخره اون حقیقت رو نشون میده. همونجوری که شما فرمودین، یکی از اهداف پرژن اوارز همین هست، جمع کردن اساتید محترمی که حالا در زمینهای مختلف جای دنیا قرار دارن، حالا چه کوچیک چه بزرگ، ممکنه خیلی پیشکسوت باشن، ممکنه تازه شروع کرده باشن کارشون، رو همه رو زیر یک سقف کنار هم قرار بده. و در کنار این، با توجه به اینکه شما در حیطه فعالیتتون ادبیات هست، یکی از کارهای دیگه که پرژن اوارد در صدد داره انجام بده، انتشار نام افرادی هستش که در واقع کاتگوری خودشون در حال فعالیت هستن. چون شما وقتی که یک کتابی رو می‌نویسین، چاپ می‌کنین، تا وقتی در دست خواننده نرسه نام شما خیلی منتشر ممکنه نشه. و این در این زمینه نظرتون چی هست که به انتشار نام و اثر شما یه نویسنده میتونه کمکی بکنه؟ نظرتون در این زمینه چی؟ به این موضوع هم مثل ادامه، یعنی پیگیر بحث قبلی، کاملا واقفم و تا جایی که بتونم انرژی میذارم براش و بهش اعتقاد دارم و امیدوارم که انجام بشه و میدونم انجام میشه و خیلی میتونه مثبت باشه. چون مجسمه ساز مثلا به اصطلاح، تا وقتی که مجسمه شو نسازه هیچ چیزی نمیتونه ازش ببینه. اون نقاش یا اون نویسنده تا متنش رو ننویسه، تا کتاب نشه و منعکس نشه، به دید انسان نرسه، چون دنیامون با پیچیدگی این حجم از تکنولوژی و تکنولوژی به اصطلاح خودمونی بخوام بگم حریص داره دنیا رو کند و کاو میکنه و میره جلو، تا وقتی که به دید انسان ها نرسه
تا وقتی که منتشر نشه، به اصطلاح وایرال نشه، میتونه تاثیرش خیلی پایین تر اون چیزی باشه که توی تصور هست. چون انرژی که برای اون هنرمند یا اون فرد ریاضیدان، شیمیدان هست تا به عمل و تا به دیده شدن و به عینه و لمس نرسه، نمیتونه تاثیر داشته باشه. و کاملا هستی که این فرمانی من باش واقفم و مطمئنم که جواب میده. درسته. و خارج از همه اینها یه بحث دیگه هم که وجود داره این هستش که قراره مثلا اگه توی اون سال 2021 اگر کسی یک کتاب چاپ کرده باشه، توی در واقع رقابت وجود داشته باشه، کسی هم که 50 تا کتاب چاپ کرده توی رقابت باشه، و ممکنه کسی سال قبل کتابی رو چاپ کرده ولی امسال فعالیتی نداشته باشه، به صورت اتومات از گرده انتخابات خارج میشه. این به نظر شما چطور هست؟ چون فکر میکنم یه رقابت خیلی عظیمی رو ایجاد میکنه. نظرتون در این زمینه چی هست؟ به هر حال اینم یک نوع چالشه که طرف از خواسته هاش، از رویا پردازی هاش عقب نکشه. اگه عقب کشید کاری نکرد، یعنی این که به عبارت خودش هم نخواسته، یا خودش تسلیم، نه که نخواسته باشه، خودش تسلیم شده. من به خاطر اینکه تصادف کردم یا به خاطر اینکه خونم آتیش گرفت دیگه نقاشی نمیکشم. چه تابلوهایی داشتم، چه نوشته هایی داشتم، چه فایل های ضبط شده موسیقی داشتم، من دیگه افسرده شدم، نمیتونم این کار رو انجام بدم. شاید یک سال انجام نده، ولی سال بعد که این کار رو انجام نداده باشه، یعنی به نوعی تسلیم شده. و پیگیر صحبت هامون، طرف وقتی تواناییشو داره، توانایی ذهنی، جسمی و فکریشو داره و میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه بچینه اون مواردی که نیاز داره رو توی ذهنش و توی دنیای واقعیش به کنار هم بچینه، اگه به خاطر نبود مادیات و ابزار کارش رو رها کنه، به نظر من تسلیم شدنه. چون که ما خیلی از آدم ها رو میبینیم که حالا خارج از حتی بحث هنرمند ها، خیلی از افراد میبینیم از اون خواسته هاشون بیه حاله شده، یه چیز کمرنگ شده کنار دستشون. برو پیشش، برو براش تلاش بکن. سال اول نه، سال دوم نه، سال سوم نه، بالاخره بعد 5 سال قطعا تو یه جواب قابل لمس و یه اتفاق ژرفی میبینی ازش. دقیقاً همونجوری که فرمودین، غیر از روحیه رقابتی که ایجاد میکنه، میتونه خودش یک موضوعی باشه واسه تشویق، مشوقی بشه واسه افرادی که در اون حیطه در حال فعالیت هستن. غیر از مواردی که ذکر شد، مورد دیگه در مورد جوایز بین‌المللی پارسی، همین پرژن اوارد که شما در موردش صحبت داریم میکنیم، چیزی به ذهنتون میرسه که دوست داشته باشین اضافه کنیم؟ راست، شما خودتون قدر خوب، جالب و سلیس و با یه پیگیری خیلی متناسب دارید این کار رو انجام میدید که من احساس کنم با همین شیوهی که دارید پیش میرید، خیلی خیلی جامعهمون یا جامعه شما، جامعه ما، جامعه همه ما بزرگتر میشه. همینطور که شما دارین قدم برمیدارید، افرادی مثل من و افراد خیلی زیادی هستن که بیشتر از من تلاش میکنن. به قول خودتون این دیده شدنه، این احس فعال بودنه مشخص بشه، خیلی میتونه جوابای خوبی بگیره. این اتفاقی که بین پرشین ها، پارسیان داره به وجود میاد، فارسی ها، فارسی زبان های داخل ایران و خارج ایران داره به وجود میاد، یک کانکشنی هم ایجاد بشه بین غیر از ایرانی ها، میتونه یه اتفاق خیلی بهتری هم داشته باشه. شما ترانس اینترپریتر داشته باشید، مترجم داشته باشید، باهاش بازم صحبت بکنید، با افراد دیگه هم کانکشن بزنید، میتونه یه اتفاق خیلی جالبی هم در کنار همین مسیر خوبی که داره طی میشه رقم بخوره. بله، و همه این تلاش ما همین هستش که در همین راه در کنار همه عزیزانی که صاحب نظر هستن و فعالیتی دارن، این قدم رو با هم برداریم. ممنونم از شما. خیلی سپاسگزارم از شما.